خب بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواییم توی این آموزش بپردازیم به نحوه مدل سازی این سوتوی چسترفیلد. فقط این سطح رویش رو قرار مدل سازی بکنم، خیلی سریع بریم سراغ آموزش، چون 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. میام سراغ تیردی مکسم، باز میکنم با آلتو دبلیو سفر رو و بعد میام یه باکس ترسیم میکنم، مثلا در ابعاد طول عرض مساوی. فرض بفرمایید مثلا 1.20 × 1.20، 1.20 × 1.20 در ارتفاع مثلا 20 سانت، یک همچین چیزی. شیفت جی رو میزنم که این باندینگ باکس ها حذف بشن، F4 رو هم میزنم که سگمنت ها رو نمایش بده و بعد میام تعداد سگمنت ها رو اینجا میذارم روی مثلا یه عدد زوج بذارید، مثلا 8 و 8 و پایینیش هم که 1 کفایت میکنه. خب این جسمم رو میام کانورت میکنم تو ادیتیبل پولی، پس انتخاب راست کلیک کانورت تو ادیتیبل پولی، مود ورتکس میام و اینها رو به این صورت انتخاب میکنم. ببینید یکی در میون اینا رو انتخاب میکنید به این صورت الی آخر، اینا رو هم برعکس. ببینید اینا رو اینجوری انتخاب میکنید، اینا هم برعکس همون انتخاب میکنید. خب الان اگه دقت بکنید، بعد انتخاب ما باید به این صورت باشه که توی این ردیف یکی در میان انتخاب بکنید، تو ردیف بالش باید برعکس اون یکی در میان انتخاب بکنید. از بغلم قطری نگاه میکنید، اینجوری باید انتخاب شده باشن. اوکی، خب این در واقع لبایی که انتخاب کردم رو اول میام و به کمک گزینه کانکت به هم دیگه متصل میکنم. بعد میام بهش یک مودیفایر توربو اسموس میدم، یه مودیفایر توربو اسموس. توربو اسموس که دادید، بعد بیاید زیرش تو ادیت پلی که دارید تو مود ورتکسش، این ورتکسی که انتخاب شدن، اول این گزینه شاین ریزالت رو فعال بکنید که ببینید چه اتفاقی داره میفته. حالا اون ورتکس انتخاب شده بودن دیگه، میاد یه اکسترود بهش میدید، اکسترود رو به صورت منفی اینجوری میبرید رو پایین، مثلا اینجوری یه مقدار حال بالاتر، و بعد اینم مقدار جمع شدگی یا باز شدگیش مثلا الان به نظرم خوبه، اوکی رو میزنم، میشه به این صورت. و بعد توی قدم بعد میایید تو مود دو، تو مود دو میایید. الان من یه لحظه شاین ریزالت رو غیر فعال میکنم، ببینید الان این لبات تا تو مود دو اومدم خودش اینها انتخاب شده است. خب شاین ریزالت رو فعال میکنم، حالا الان این لبه ها رو دوباره اکسترود میکنیم به این صورت. من شاین ریزالت رو غیر فعال بکنم که ببینید اینها رو به داخل اکسترود میکنیم اینجوری، و این هم که مقدار جمع شدگی و باز شدگیشه. دوباره شاین ریزالت رو فعال میکنم که نتیجه رو ببینید شما. من F4 رو هم میزنم، ببینید الان اینجا مقدار عمقش رو میتونید تنظیم بکنید، به نظرم الان بد نیست، یه مقدار فقط جمعتر باید بشه اینجوری. ببینید الان یک لبه خیلی جمعی رو به این صورت میسازم، خوبه؟ اینجوری اوکی، اینو اوکیش میکنم. شما خیلی بهتر از این میتونید بسازید، چون من دارم با عجله میسازم به این صورت. خب بعد میام تو توربو اسموس، ببینید تو توربو اسموس خیلی نرم نکنید، مثلا رو دو بذارم این چین و چروکاش میره که زیاد خوشگلش نمیکنه، همون عدد یک میذارم که این چین و چروکای طبیعیش رو داشته باشه. خب قدم بعدیم اینه، میام دوباره تو مود اج که این پایین داشتم، طبیعتا این اجا انتخاب شده باید باشن دیگه. الان تو مود اج میام، F4 رو هم میزنم، یه لحظه من برگردم عقب، یه لحظه آندو میکنم. بله اینا الان انتخاب شدن تو مود دو. شما الان اینها رو با زدن گزینه create chain from selection ازشون یه خط میسازید تو حالت لینیر. ببینید از اینا الان یه دونه خط ساختم. توی توربو اسموس میام، الان ببینید این خطایی که ساخته بودم اینجا هستن. خب این خطا رو میایم بهشون اینیبل رو میذاریم که زخامت بده، میبینید که زخامتی بهشون داد، و بعد به همینا توربو اسموس میدیم، یه توربو اسموس به این میدم که نرم بشه، میبینید که نرم شد، ولی اینا رو مثلا رو عدد 3 میذارم که خیلی نرم بشه، میشه یک همچین حالتی.
یه مقدارم حالا میتونید پایین و بالا ببرید. البته من توی ادیت اسپلاین میام ضخامتش رو کمتر احتمالاً میکنم، مثلا فرض بکنید یک همچین عددی اینجوری همطور که میبینید، یه مقدارم البته بیارمش بالاتر. اینجا میام یه مقدارم این رو میارمش بالاتر اینجوری مثلا. خب توی قدم بعدیمون ما باید بیایم و این دکمه‌هایی که اینجا قرار میگیرن اونا رو بسازیم. من این رو همچنان ناراضیم ازش، میام یه مقدار ضخامت رو بیشتر میکنم، همون عددی که اول داشت خوب بود اینجوری توربو اسموس و اوکی. خب یه سری دکمه‌های ما اینجا داریم برای ساخت اون دکمه. میام تو نمای تاپ تیو میزنم، میام تو نمای تاپ و اینجا یک اسفیر ترسیم میکنم به این صورت، یک همچین کره ترسیم میشه. بعد میام تو نمای پرسپکتیوم این کره رو اینجوری میکشم بیاد بالا. خب این کره رو به کمک دستور اسکیل اینجوری تو این راستا فشردش میکنم، ببینید، و بعد این رو هولش میدم بره پایین، مثلا فرض بفرمایید همینجا اصلا خوب بود. اوکی این تا به اینجا. حالا یه مقدار دیگه هم باز این رو فشرده میکنم، میام اینجا دوباره این رو فشرده میکنم، مثلا یک همچین چیزی. اوکی خب اینو باید تکثیر بکنید روی سوتو، بعد اینجوری میکشید اینجا و به تعداد تکثیرش میکنید الی آخر. اینا رو من دیلیت میکنم و همین رو کلن روی این سطوح تکثیر میکنید. رنگشون هم بهتر شبیه هم باشه. الان اینو میگیرم میام اینجا رنگش رو مثلا میذارم به فرض روی این و اینم هم بشه همون و این دکمه ها هم که بشن همون به این صورت و همینطور الی آخر. من اینا رو هم باز رنگشون عوض میکنم، اینو تکثیر میکنم، نتیجه رو با هم دیگه خواهیم دید. خب این عملیات تکثیر انجام شد و تا به اینجا ما به یک همچین سطحی رسیدیم که میبینید که حالا اینجا با اعمال عمق بیشتر میتونید دیگه شکلمون رو عوض بکنید، با هر مقدار عمقی که میخواید این سطح رو به وجود بیارید. خسته نباشید، تا انشالله فیلم آینده و آموزش بعدی.